اعوذ بالانسان من الاخوند الرجیم بسم الانسان الرحمن الرحیم. هر کس برای خیش پناهی گزیده است، ما در پناه وارث الیوت رودوییم. با درود و سلام خدمت همه شما هموطنان و همزبانان نازنینمان، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترآل واقع در کشور زیبای کانادا، که در این روز نسبتاً سرد سه‌شنبه 21 ماه آوریل المبارک سال 2015 دربدری، که برابر است با اول اردیبهشت ماه سال 1394 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه اعضای عرض می شود متحد و با کلاس و کارکشته تیم خودمان، یعنی اختر عیالمان مملی، وارث یا نایب برحقمان علیکبر، نوچه دیرینه و موسیو ژان پیر اخشنبو، هموطن کبکی کانادایی خودمان. البته باید اینجا اعتراض شده به ما بگیم که و در پناه جانفشانی های سربازان گمنام خودمان، یعنی رؤسا و اعضای سواخ، میدونید سواخ سازمان اطلاعات و امنیت خراسانی است، مخفف این جمله است، 56 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها را به کوری چشم دوست و دشمن. حالا چرا میگیم دوست و دشمن؟ معمولا میگن به کوری چشم دشمنان، ولی ما میگیم به کوری چشم دوست و دشمن، برای اینکه بالاخره دوستانم یه روزی دشمن میشن دیگه. خدمت شما هموطنان و همزبانان نازنین تقدیم میکنیم. ما امیدواریم که حداقل این بار برنامه مورد پسندتون قرار بگیره. آخه رفقا معمولا میگن طبق معمول همیشه که مورد پسندتون هست، ما میگیم حالا برای این یکی امیدواریم، اگه اونا نبوده این یکی مورد پسند شما هموطنان و همزبانان نازنین قرار بگیره. شما که در هر گوشه از این دنیای وسیع، دنیای پهناور، شاهد و ناظر و در ضمن دوستدار و البته دشمنان خونی میهن تیوی هستید، چون ما هم دوستانمون ظاهرا برنامه رو نگاه میکنن، دوستان ما که نه، کلن میهن تیوی و هم دشمنان میهن تیوی. به هر حال امیدواریم هر دو گروه خوششون بیاد، اونام که عرض میشود خورده حسابی احیانا دارن به هر حال نگاه میکنن دیگه، از گفته هاشون پیداست. بگذاریم، باز داریم وارد بحثای سیاسی میشیم. در طول هفته گذشته دو سه تا دوستان ما و به خصوص این اعضای تیممون و این همین سربازان گمناممون به ما اعتراض کردن که پیر تو چرا هفته پیش دقایق بسیاری رو صرف شرح مسافرتت کردی، تو رفتی مسافرت خوش گذروندی، حالا اومدی برای ما تعریف میکنی. گفتیم اولا که میگن وصولش نسولش، برحال خواستیم که اگر ما اونجا لذتی بردیم از این مسافرت برای شما گفته باشیم. بعدم ما منظورمون چیز دیگه بود، منظورمون این بود که به شما توجه بدیم که ملل دیگر چه می کنند و چجوری ملت های دیگر رو دعوت می کنند به کشورشون، و ما یعنی ما که در حقیقت رژیم شریف چجوری ملل دیگر رو آزار میده و می تارونه و مانع میشه که کشور ما و مردم ما از این داستان به اصطلاح سیاحت و سفر و صنعت توریسم بی بهره بمونه. امروز شنیدیم که اون آقای محمد مرسی در یک دادگاهی در مصر به 20 سال زندان محکوم شده. البته این یه مقدار باعث شادی دوستان و طرفدارانش شد، چون اونا فکر میکنن اعدامش میکنه. البته ما با اعدام مخالفیم، ما اصلا دوست نداریم، اعدام رو عمل وحشیانه و یه نوع قتل دولتی میدونیم، ولی به هر حال یه شانسی هم ملت مصر رو بردن که از شر این موجود راحت شدن، چون احیانا اگر اون اونجا پیازش ریشه پیدا می کرد سر مصر هم همون بلایی رو می آورد که سر ایران اومد، و از اولین اقداماتش این بود که حجاب رو داشت اجباری می کرد، و عرض می شه که یه
گفتیم براتون ایستگاه تلویزیونی درست کرده بود، همه خانمایی که مجری برنامه کودکان بودن فقط حالا دو تا چشمشون شاید از پشت یه توری معلوم بود. به هر حال حالا یه عده خوشحالی میکنن از اینکه این آقای این ارتش بود سرلشکر چیه این اومده سر کار، ولی این هم به هر حال گزارش‌های زیاد مطبوعی از عملکردش نمیرسه و ظاهرا بسیاری از همون مبارزان جوانان مصری ظاهرا که در انقلاب مصر شرکت کردن و در سقوط مرسی اینا هنوز در زندان هم. کار این دیکتاتورا رو ما سر در نمیاریم دیگه، هر کدوم میان یه نوع دیگه ای از دیکتاتوری میارن، دیکتاتور هست اصلش فقط نوعش فرق میکنه. برحال امروز روز سه‌شنبه 21 آوریل عید رضوانه، عید هموطنان نازنین بهاییمون. ما این عید رضوان رو به همه بهاییان جهان به خصوص هموطنان بهایی هموطنان خودمون تبریک میگیم و امیدواریم که روزگار خوشی داشته باشن و خیلی آرزو میکنیم که این سرانشون که سالها هست در زندان هستن آزاد بشن به آغوش خانواده هاشون برگردن. اینم بذارید حالا یه برگ سیاه به پرونده ما، چون اینجا اونجا شنیدیم میگن که خراسانی خیلی از بهایی ها میگه و بنابراین بابی شده. نمیدونم، ما اصلا مذهب ناپذیریم، ما اصلا دنبال مذهب، ما فقط یه مذهب رو که همه تون میدونیم قبول داریم، اونم مذهب حقه پاناسونیکه. امروز قبل برنامه با یه دوستی صحبت میکردیم، با یه نازنینی هم جو زمین صحبت، گفتیم که این تلفن ما خراب شده. ما یه تلفنی چند سال پیش خریدیم که سه تا گوشی داره به اصطلاح، یکیش تو همون سالن کرد به خرابمون بود، یکی خب در اختیار اخلر بود، یکی هم دو اتاق ما. بعد از یه مدتی میبینیم اینی که تو اتاق ماست کار نمیکنه، یعنی دیگه باتری قبول نمیکنه، مثل که بوی نو شنیده، باید بریم یکی بخریم. بعد میخواستیم بگیم اختر معمولا تلفناش خیلی کوتاهه، البته رکورد 1 ساعت و 58 دقیقه داره خودمون گرفتیم، ولی اکثرا به این اندازه نیست، 1 ساعت و 15 دقیقه، 1 ساعت و 30 دقیقه، کوچیک کوچیکش دیگه 47-8 دقیقه است. اینا رو همه رو آمار داره. میخواستیم بگیم که تو بس که از این تلفن استفاده کردی خراب شده، بگیم تلفن خودمون خراب شده، نه ظاهرا مثل که ما از اختر پرحرفتریم. انصافا اینجوری به این نتیجه رسیم. بگذاریم، حالا بعد گفتیم که این تلفن هم خوب تلفنی بود، پاناسونیک بود و خیلی خدمت کرد. گفتیم بابا جنس های پاناسونیک همه آشغاله. گفتیم چی گفتی؟ گفت غیر یه جنسش. گفتیم چی؟ گفت مذهب حقش. گفتیم آره، ولی نه، ما تلویزیون پاناسونیک داشتیم از زمانی که وارد این سرزمین کفر شدیم، یکی خریدیم 20 سال این خدمت کرد، آخرم انقدر خراب نشد که ما ناچار شدیم وقتی یه ذره وضعمون خوب شد یکی دیگه خریدیم، اونو دادیم به یه دوستی. بعد نبود، ولی این تلفن نمیدونیم چجوری، حالا فعلا باید بریم یه دونه بخریم. ما بگذاریم از این داستان. در این ماجرای پیروزی هسته‌ای که در جریان هستیم، در این پیروزی هسته‌ای مردم ما که معمولا یه شور حسینی برشون میداره ریختن تو خیابون و از آقای ظریف استقبال کردن و قهرمان ملی اعلامش کردن. دیدیم با کمال تأسف عکس رمانشاد زنده یاد دکتر مصدق رو کنار ایشون گذاشتن و او را با مصدق مقایسه کردن. البته مصدق معمولا یه جنس ممنوعه است، خب میدونید در زمان اعلی حضرت همایونی که بعد از سال 32 سالها اسم مصدق هم خطرناک بود به زبان آوردن و حتی شنیده بودیم که از این دائرات المعارف ها کلمه مصدق رو حذف میکردن وقتی میبردن برای چاپ، خیلی خطرناک بود، چون اعلیحضرت دشمنی دیرینه و یک کینه شطوری با مصدق داشت. بعد که انقلاب شد خب مصدق خود عزیز شد، طرفدارانش ابراز احساسات کردن، خیابان به نامش کردن که بعدم فوری جمع کردن اون خیابون. به حال گفتیم مقایسه زنده یاد دکتر محمد مصدق با ظریف
مثل مقایسه عسل میمونه مثلا با سرکه شیره یا همچین داستان. باید نکنید بابا، اسم مصدق رو دیگه خراب نکنید. کاری که او کرد در نهضت ملی کردن صنعت نفت و این فضاحتی که اینا به بار آوردن، داستان لوزان چای رو عرض میکنیم بر وزن ترکمن چای. احال مردم هم دیگه یه شور حسینی برشون میداره، رژیم هم یه دید داز داره اسم مصدق مطرح میشه، یه جوری درز گرفت داستان رو. احال هست دیگه، کینه دو چطوری با مردی دارند هر دو رژیم، یعنی هر دو دیکتاتور که واقعا به ملت خدمت کرد. حالا باز میدونیم میگن خراسانی مصدقیه، نه ما مصدقی نیستیم، به خدمتگزاران میهنمون. دیدید اکثرا وقتی دفعه پیش صحبت وزیر امور خارجه آقای ظریف شد، ما گفتیم اون مملکت آدم حسابی داشت، حتی در زمان آریامهر. این بابا که مثلا در مقایسه با اون دیپلمات‌های زمان آریامهر که ما مخالف رژیم سلطنت بودیم، صراحتا بهتون اعتراف کنیم اونا کی بودن؟ اونا یه مش دوستی تعریف میکرد، میگفت در یک کشور اروپایی زندگی میکردم، رفتم سفارت رژیم شریف جمهوری اسلامی برای تمدید گذرنامه، حالا تجدید گذرنامه. اون کارداره وقتی گذرنامه من نوشت اسم و مشخصات رو غلط نوشته بود، بعد ورداشته بود با یه بهش گفتم این غلطه، با یه لیکوید پیپر پاکش کرد بکنم، آقا این غلط، گفت نه خوبه. و بعد گفت وقتی باش صحبت کردن گفت من تو دهمون چوپون بودم، بعد انقلاب تو مکتبی بودم، اومدم من فرستادن به عنوان کاردار رژیم در فلان کشور اروپایی. اینا یه همچین موجوداته. اینجا ما دیدیم در همین شهر مونترال هم بودن اون زمانی که رژیم تشکیلاتی داشتگاهی تو این فروشگاه ایرانی، میدیدیمشون چه موجوداتی هستن. بگذاریم از این داستان. هم یکی دو هفته پیش یه برنامه تلویزیونی نگاه میکردیم، بیرو درواسی بگیم به شما، آه از نهاد ما بر اومد. داستان چی بود؟ یه آدم بسیار محترمی از اسمی هم برخورداره، معروفیتی هم داره، مجری برنامه تلویزیونه، شاعر، نویسنده است، خیلی آدم محترمی هم هست، جزء فرهیختگان میهن ما هم هست. ایشون داشت صحبت میکرد، گفت آره فلان کس که دوست منه یه دختری داره، که البته ما همون فلان کس رو میشناسیم هم اون دختر رو. آقا عجب دختری. یه دفعه بهش گفتم فلانی این دختر تو واقعا پسره، چقدر شجاع، نویسنده است، شاعر، گوینده است، فلان، واقعا اشتباه شده، این باید پسر میشد که دختر شده. یعنی فرهیخته مملکت من مشخصات برجسته رو فقط مختص پسر میداند و برای جنس زن و جنس دختر اونقدر ارزش قائل نیست که یه دختر هم بتونه قهرمان باشه، نویسنده باشه، شاعر باشه و عرض میشود که برهیخته باشه. و وقتی میبینه دختری در این ساعت از سواد و علم و دانش و شجاعت هست، از این رو حالا مثل پسرها میبینه، واقعا باعث شرمه. آقا دوست محترم، هموطن نازنین، تو وقتی یه دختری رو با این مشخصات میبینی، برای اینکه ازش تایید و تقدیر کنی به پسر تشبیهش میکنی؟ یعنی همه پسرها شجاع و فرهیخته و جنس مرد اصولا. ذهن فاسده، ذهن ضد زنه. ظاهر نشون میده که آدم فرهیخته است و اهل شعر و ادب و دانش و، ولی وقتی به پس کله نگاه میکنی میبینی هنوز همون داستان مرد سالاری، که مرد جنس نر اصولا جنس اوله و زن فرودسته و جنس دومه.
مثلا تأسف خوردیم، متأسف شدیم وقتی این کلمات رو از زبان این آدم محترم شنیدیم. و اگر میشنوه احیانا صدای ما رو یا دوستانش بهش میگن آقا اون دختر هم میتواند، زن هم میتواند. بسیاری زن دکتر حتی میگه مرتب زنان برجسته رو میاره معرفی میکنه. آره زن هم میتونه و همه جایگاه هایی که مختص مرد نیست، پیشرفت و سواد و علم و تحصیل. چرا اینجور برخورد میکنی؟ عوض کن تفکر تو. همه ما به این دلیل هستیم که زنی بوده و مردی بوده. یک مرد میخونیم خیلی جالب بود، رفت میگم هر جا میری اسم و شخصات ازت میخوان، اسم حسن، فرض کنیم فامیلی محمدی، شماره شناسنامه فلان، فرزند، اسم بابا رو می‌نویسم. خیلی جالب بود برام، بابا من حاصل ازدواج دو تن هستم، نه فقط پدر، مادر هم در تولید من شراکت داشته، حقی براش باید قائل بود. فقط فرزند بابا، مادر چی؟ مادر هم حقی داره. خیلی از این مرد خوش میومد، خیلی جالب بود. از میشود که هفته گذشته حقیقتش ما یه مطلبی مطرح کردیم، یه خورده باعث شاید گرگیری یکی از دوستان شد. میدونید ما یه دوستی داریم که در همین تلویزیون میهن باش آشنا شدیم، یه هموطن بسیار نازنینی هستش که همسن و تقریبا همریش خود ماست، یه چند ماهی ظاهرا از ما بزرگتر، این دوست باش صحبت کردیم، به نام علی، در کشور آلمان. مرد بسیار محترم، بسیار نازنین، مهربان. ایشون یک مطلبی رو که ما در تلویزیون مطرح کردیم و راجع بهش صحبت کردیم شنیده بود و بعد در فیسبوک یه متنی بر ما نوشته بود. احساس کردیم یه مقداری از ما دلگیر شده، یا شاید حالا درست نبود مثلا ما اون مطلب رو بگیم، یا شاید ما درست توضیح ندیم. داستان به این شکل بود که ما انتقاد کردیم از کسانی که میان در این کشورهای پیشرفته و میگن که از طرف دولتشون، یعنی دولت رژیم شریف جمهوری اسلامی، در فشارن و بعد اینجا همه جور امکانات بهشون میدن، بلفر میگیرن و بعد پا میشن میرن ایران. در اونجا از یه خانواده یاد کردیم. اینا واقعا از زندگی در اطراف خودمون میبینیم این داستانها رو. از خانواده یاد کردیم که پدر و مادر و حالا دو سه تا فرزند، اینا سالیانی قبل اومدن تو این مملکت، از روز اولم نه کار کردن نه فعالیت کردن، فقط نشستن و دستشون رو دراز کردن پیش عرض می شود دولت. دولت هم بهشون پول داده، امکانات داده و در حال روز اون خانوم گفتیم که ضمن این که به عنوان پناهنده وارد شده و ابراز براءت کرده از رژیم شریف، بعد پا میشه میره اینجا شعبه رژیم در مونرال در مراسم عزاداری شرکت میکنه با روسری و چادر مشکی و بعد البته در کنسرت هم که میاد با لباس دکولته رقص میکنه. این دوست برای ما نوشته بود که برای متنی که برای مون نوشته براتون میخونیم. نوشته سلام استاد، که البته استاد خودتی برادر، این لفظ رو لازم ما به کار نبر. رسیدن به خیر، مرسی. ما از مسافرت اومده بودیم، به ما خوش آمد گفت. خوشحالم بهتون خوش گذشته. اما استاد، خوشبختانه کانادا و امریکا برخلاف اروپا کار فراوونه و در اروپا اگر آدم پناهندگیش قبول نشه درش میگردونن، یا مثل من یه اجازه اقامتی میدن که همون نخودی خودمونه. راست میدونم، بدون اجازه کار.
به من اجازه کار شخصی ندادند و از خداشون بود که کار نکنم، چون برای جوونهاشونم کار نیست. من در این مملکت حتی به کار باغچه هم مشغول شدم، کار ما با پرس چرم سازی، و چون سنم بالا بود اینجا حتی عملگی هم مدرک میخواد. اگر علامه دهر باشی، به هر حال امشب شما از پیتزا فروشی خودتون که اون بر آب پیتزا فروشیتون گفتید که البته اون بر آب برخلاف داخل مملکت کار عیب نیست، از پیتزا فروشیتون دفاع کردید و گستاخ کسانی را که اجباراً از کمک دولتی استفاده می کنند را تلویحاً رد کردید. مهم نیست، ولی وقتی اجبار باشه باید قبول کرد. آنچه شیرار را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. قربون استاد خوبم که استاد خودتی. دوباره علی، علی جان، این مطلبی که ما مطرح کردیم راجع به کسانی است که سن اونچنانی ندارن، قدرت کار کردن دارن و میان اینجا به جای اینکه یه فعالیتی بکنن، کاری بکنن، میرن دست پیش دولت دراز میکنن. هیچگاه ما این رو میفهمیم کسانی که سنشون بالاست، یا اینجا خانمی بود در دوستان خودمان مریض بود و خب دولت ازش حمایت میکرد که حقش بود، کسانی که از کار افتاده هستن، یا یه دوستی بارها گفتیم که بچه هندیکپی داره، اونو باید دولت وظیفه داره بهشون کمک کنه اینجا بر اساس اون خدمات اجتماعی. ما از این افراد نگفتیم، ما از کسانی گفتیم، همون خانواده که برات مثال زدیم علی جان، برای مردم مثال زدیم، مرد 2 متر قد، 70 سانتی متر پهنای شانه، از سلامت کامل برخوردار، و همسرش هم همینطور، بچه هاش هم خوب به عرصه رسیده بودن و همچنان اینا دستشون پیش دولت دراز بود. و متاسفانه با توجه به این که به عنوان پناهنده سیاسی اینجا قبول شده بودن، مرتب به ایران سفر میکنن. البته دیشب به دوستی زنگ زد، گفت دولت کانادا داره یه قانونی میگذرونه که تمام این پناهنده هایی که میان و اینجا میمونن، بعد از همه امکانات استفاده میکنن و بعد به عنوان چی گفتیم بهتون، چارباردار قومی رو سر بار میکنن، به ایران سفر میکنن، اینا رو اخراج خواهد کرد. احتمالاً اینا هم چون مشکلات اقتصادی دارن برشون نمیاد یه خود بارشون رو سبب کنن. ما راجع به اروپا که اطلاع نداریم، اینجا کار هست. اینجا اگر شما جزئی سرمایه داشته باشی میتونی برای خودت بیزینسی کاسبی را بندازی، نداشته باشی، کمتر داشته باشی، بانک ها کمکت میکنن، بهت وام میدن. اصلا اینجا یک قانونی هست، اسمال بیزینس لون، یعنی لون برای کاسبی های قرض، برای وام، برای کاسبی های کوچیکو. میری تقاضا میکنی، اگر شرایطش داشته باشی بهت وام میدن، کمکت میکنن بیزینس بزنی. و همین خانواده که ما صحبتشون رو کردیم، دوستی که اینجا تشکیلاتی داشت و اون دوست خیلی خیلی حکایتیست، اون داستان رو هم براتون میگیم، رفته بود ازش تقاضای کار کرده بود، گفته بود بحثی نیست، یا من تو کارخونم بهت کار میدم. بعد ازش خواسته بود به من کش بده. آقا کش نمیتونم بدم، کارخونه من حساب کتاب دارم، باید تو بیای. گفته بود نه، اگه بخوای به من چک بدی و من به اصطلاح دیکلره قانونی کار کنم، بعد چیزم قطع میشه، ولفرم قطع میشه. چقدر ولفر میدن؟ $1,000 بهت میدن؟ خب بیا اینجا $5,000 بساز، $4,000 بساز. و نرفته بود زیر بار. بسیار رو میبینیم، برای اینکه $500 ولفر یا $700 ولفر دست دادن، نه دست به کاری میزنن، نه فعالیتی میکنن. و ما خانواده با شرف ایرانی رو میشناسیم که مرد و زن با 2-3 بچه بلند شدن اومدن در کانادا،
و بهتون بگیم همسر نازنین این مرد از دو پا فلج بود، از دو پا فلج بود، با شوهرش اومده بود اینجا، بچه هاش هم زیر پروبال گرفته بود. این زن شانه به شانه مردش داد، با هم خانه خریدند، خانه رو بازسازی کردند و روزی که ما با همسرمون رفتیم دیدنشون که بهشون تبریک بگیم برای خونه جدیدشون، باور کنید مطلبی گفت که عشق به چشم ما اومد. رسیدیم یه عده‌ای از دوستان دیگه هم بودن در اون حیاط پشت صندلی گذاشته بودن، نشسته بودیم، همه غذا هم آماده بود و میوه هم آماده بود و این زن با شرف ایرانی رفت و آشپزخونه، هم خانوم با دو پای فلج و چوب زیر بغل، چای ریخ یه سینو. از در آشپزخونه که اومد بیرون، خانمای دیگه بلند شدن که چای را دستش بگیرن تعارف کنن، تحکم کرد بشینید، من خودم کارم رو بلدم. با دو چوب زیر بغل چای رو دور گردوند، همه چای برداشتن، دیگه خانما جرأت نکردن بلند شن از جاشون و بعد مردش تعریف کرد. تو این خونه رو میبینی؟ من خودم همه دیوارا رو کندم، از نو ساختم، حیاط رو از نو ساختم و در تمام این کارهای بنایی که کردم به شوخی برگشت و همسرم عمله من میگفت زنم با دو چوب زیر بغل ورقه چیپراچ بزرگ رو میابرد، من بالای نوردمون بودم، میداد به من، میذاشتم پیچ میکردم به سخت یاد میباش. اینا رو هم ما داریم ندید جان، ما ناجبه که اینا یک سنت شما بگید دنبال مرده اینجا رفت در یک کارخانه ای برای ما تعریف میکرد، میگفت رفتم گفتم من این تخصص رو دارم کار میخوام، گفت که بسیار خوب، به آدمایش هم کردم گفتم بهت کار میدیم از سه شنبه یا مشغول شو. گفت نگران بودم، تازم وارد شده بودم، به علت حلیل بودن همسرم به من پولم دولت میداد، گفتم من همسرم از دولت پول میگیره به ما کمک میکنن، گفت اگه کار کنی اون پول قطع میشه، گفتم خب حالا شما میگید فعلا کار کن، اگه خواستیم نگرت میداریم، خب من قطع کنم، اگر شما من نخواستین چی پول چی، برو بگو من کارم از دست دادم دوباره پولو بهت میدم. میگفت دو سه روز که کار کردم، روز چهارم پنجم که رفتم صبح رئیسم صدام کرد گفت ما نیازت داریم و اینجا میتونید بمونید و کار کنیم و این زن و مرد که اون خونه رو ساختن و زندگی ساختن و بچه ها رو به عرصه رسوندن، الان البته سال ها زدشون خبر نداره. بعد به این هموطن گردن کلفت سالم بنام پیشنهاد کرده بود که حالا خودش کارخونه زده بود، یا بهت کار بدیم، گفته بود کش بده، گفته بود کش نمیتونم، بهترم قطع میشه. بودیم تعجب، چون یا کسی بلفل میگیره کردیت دیگه نداره، خونه نمیتونه بخره، ماشین به زحمت میتونه بخره، تو اگه یه پول داشته باشه ماشین بخره، میگه این اکتا بود یا یک پول داری چرا تو از ما کمک میدید. ولی نه، یه تزیر این بار ما راجع به افرادی که نیاز دارند علی جان، یا در اروپا که شرایط با کانادا فرق میکنه، اینجا همچون که برات گفتیم هم کار میتونه شخص بکنه، کمون که ما در این سن هنوز کار میکنیم، یعنی کار میتونیم بکنیم، و یا اینکه اگر رقمی داشته باشه، پولی دستش باشه، میتونه بیزینس بزنه، حالا یه بیزینس کوچیک، گفتیم دولت بانک کمک میکنه. اروپا میدونیم که وضع خیلی خرابه، به خصوص برای ایمیگرنت ها و برای غریبه ها، چون برای خودشون هم دفعه پیش هم گفتیم که دوستمون میگفت در اروپا مشکل بیکاری هست. نه عزیزان، ما به هموطنان نازنینی که نیاز به این کمک ها دارن که حرفی نداریم، به اونا میگیم که میان اینجا از امکانات این دولت برخوردار میشن و بعد هیچگاه هم دنبال کار نمیرن و بعدم اگر که عرض میشه خدمتتون موقعیتی براشون پیش بیاد نمیتونن استفاده کنن، اسیر اون ولفرن.
کوچکترین فعالیتی بکنن، $200 نادرود بره تو حسابشون، میخوانشون که آقا این پول چیه؟ تو که اما پول میگیری اینا کجا آوردی؟ بعد مشکل میشه. و اترس این که اون حالا $500 به یه نفر فکر کنید دیدن، حالا به یه خانواده $1000 اون قطع نشه دیگه، یالویش فعالیتی نمی با همان یک کار زیر میزی میشه گاهی جایی کار زیر میزی هم پیدا کرد، اونم میگیره و یه جور زندگی رو میگیره. ولی بسیاری اومدن به جاها رسیدن. ما جوانی رو میشناسیم با دست خالی، جوانهایی رو نه یه دونه، یا واقعا یه جوانی دوست بچه های ماست، این پسر اصلا عجیب غریبه، یه جسه ای داره، شاید سنش 25-6 ساله، صاحب یه کمپانی معتبر و معظمه و مشتریاش آرمای بسیار گردن کلفتن، کار حرفه ای و فنی میکنه. بعد این بچه عجیبه برای بچه هایی رو میشناسیم با دست خالی، با شرافت، سانیانی رو در نمیدونیم مکدونالد و چه و چه و چه کار کردن و امروز از بازوی خودشون صاحب میلیون میلیون دلارن، خونه و زندگی و تشکیلات و من و بچه و همه از صفر شروع کردن. نه همه البته، بیشترشون، اونایی که ما میشناسیم بسیارشون از صفر، همون پسری که گفتیم اهل کشور دومینیکنه، با دست خالی سالها کارگری میکرد، الان صاحب یه بیزینس معتبره، البته شریکه با چند نفر هست. اینجا امکان کار هست. ما راجع به کسانی که در اروپا احیانا دچار مشکل هستن میدونیم، نه راجع به اونا نگفتیم، اینجا هم گفتیم کسانی هستن نیاز دارن، باید بگیرن، دولت وظیفه داره، دولت اینجا که مثل دولت جمهوری‌اسلامی نیستش که به مردم کمک میکنه. ما هر مشکلی داشته باشید، حتی اینکه جاهایی هست کسانی که غذا ندارن میرن غذای مجانی میگیرن. نظرم این داستان شاید یه بار براتون تعریف کردیم، 7 روز در این شهر ما برق قطع شد، طوفان یخ اومد، اول باران یخی اومد و همه زندگی مختل شد، 7 روز برق نداشتیم. اینجا میرونی کسی بیشتر خونه ها گاز نداره، همه چی برقیه، حرارت خونه برقیه، غذا پختن برقیه، ما باید 2 تا چراغ گازی کوچولو زندگی میکرد. و اون موقع البته دکه رو داشتیم، ما دکه پیتزا فروشی رو داشتیم و خوشبختانه در دکه هم یک آونی داشتیم، یه اجاقی داشتیم که با گاز کار میکرد، گاز بود. و شب اومدیم خونه، دیدیم بچه ها، گفتم بابا امروز ارتش اومده بود در خونه، میخواست ما رو ببره پناهگاه. ارتشی ها ریخته بودن در خونه ها، میگفتن که اگه شما خونه مشکل دارین در سردتون اینا، چند تا پناهگاه آماده کرده بودن، توش با موتور برق حرارت تولید کرده بودن، غذا میذاشتن برای ما. بعد بچه ها گفتن که گفتیم نه ما غذا داریم، مشکل هم نداریم، پدر مادرمون رستوران دارن برامون غذا میارن. و بعد که این موضوع تموم شد و به اصطلاح همه چی حل شد و برق آمد و عرض میشم از زندگی به روال عادی برگشت، دولت اعلام کرد هر کسی که در این ماجرای قطع برق و طوفان یخ و این داستانا چیزی از دست داده بیاد ما خسارتشو میدیم. و رفتن بسیاری، چی توی یخچالت بوده خراب شده خودشو میدادن، چی بچه ضرری کردی، تو ما گفتن تو 5-6 نفری 5 نفری برید نفری $40 $50 میدن، گفتیم ما نمیخوان. چرا؟ گفتیم ما که چیزی از دست نمیدیم، ما تازه تو اون یه هفته بیزینسمون هم بهتر بود، برای اینکه همه همکارامون برق نداشتن، تعطیل بودن، ما یه اجاق گازی داشتیم، هرچند جنس تو رستوران داشتیم فروختیم، آخرین روز دیگه حتی خمیر هم نداشتیم، همه رو فروختیم دادیم رفت، سودم کردیم. ما چرا بریم؟ گفتن تو نمیخوای، گفتیم نه بذار دولت این $5 که $40 که میخواد به ما بده به کسانی که نیاز دارن. نه ما برای اون نگفتیم علی جان، مخلصتم هستیم، دوستتم داریم، گفتیم نکنه تو اون موقع از این رفیق پیرت ناراحت بشیم، ما یه حرف زدیم، ما راجع به تو نگفتیم برادر، که راجع به کسانی هموطنانی گفتیم که میان اینجا از این امکانات استفاده میکنند و بعد
هم پنجه به رخ این دولت میندازن، هم میرن رفاقت با رژیم شریف میکنن. حالا گفتیم یه قانون دارن میگذرونن که سیویل اینا رو دود بدن. احیانا کار اخراج تو کاره ها حواستون باشه، های پناهنده های سیاسی قلابی که اومدید و ولفر گرفتید و از امکانات استفاده کردید و نون آب مجانی گرفتید و امکانات مجانی گرفتید، خونه های بزرگ ارزون قیمت گرفتید، بعد تا کارتون درست شد سیتیزن شدید رفتید سفارت گذرنامه گرفتید رفتید ایران و جا رو تنگ کردید برای اون پناهنده های واقعی که پشت دروازه ها موندن. روز انتقام نزدیکه، همین روزاست که دولت کانادا یقتون رو بگیره احیانا اخراجتون کنه. حیف بچه هاتون که اینجا دارن تحصیل میکنن. باید دوستی که این خبر رو به ما داد گفتون خب اینایی که اومدن حالا خودتون خلاف کردن، اینا اینجا بچه دار شدن، بچه ها بزرگ شدن، مدرسه میرن، دانشگاه میرن، این بچه ها تکلیفشون چی میشه؟ اینا اینجا بزرگ شدن، زندگی تو ایران براشون امکان پذیر نیست. برگشت ما گفت از آقای هارپر بپرسید یا این نخست وزیر کانادا، حالا باید از آقای هارپر بپرسید همین هموطنهای ما رو تو میخوای اخراج کنی تکلیف بچه هاشون چیه؟ گناه بچه هاشون چیه؟ خودشون خلاف کردن درسته. خب این اگه برن بچه هم که نمیتونن اینجا بمونن، یه قانونی باید باشه که یه خودم انسانی باشه. درسته اینا خلاف کردی بگذاری. عرض میشه هفته پیش یک هموطنی یه ایمیلی برای من فرستاده بود خیلی مفصل راجع به همکاری دولت اسرائیل و سازمان‌های امنیتی اسرائیل با این موهوش مثل داعش و عرض می‌شود که سازمان‌های تروریستی داخل سوریه و جمهوری اسلامی و اینا. با خودمون فکر کردیم خب با جمهوری اسلامی که سابقه‌اش داریم زمان جنگ، این اهالی محترم اسرائیل، سردارداران اسرائیل اصلاً هم برای آقایون علما فراهم می‌کردن. البته خب ما هموطنان یهودیمون رو می‌شناسیم دیگه، خدا خیرشون بده، بیزینسمن‌های خوبی هن. میگن این شادی مثالی یه بارم گفتیم به یه هموطن بهایی یهودی، گفتن که دو تا چقدر میشه؟ گفت بستگی داره برادر، اگر که خریدار باشی دو تا میشه 5 تا، اگه فروشنده باشی دو تا میشه 3 تا. به هر حال اسرائیلی هم در اون زمان پول خوبی توش بود، اینا تحریم بودن نمیتونستن اسلحه بخرن. اسرائیلی ها اسلحه ها رو از آمریکا میخریدن یا از جای دیگه با سود خوبی به رژیم شریف میفروختن. شما فکر کنید از رژیم قاصب اسرائیل به قول خودشون به قول اونا کمک میگرفتن برای جنگ با برادر صدام حسین مسلمان خودشون. حالا اینا هم مسلح نبود. به حال اینو که خوندیم یاد این افتادیم. بعد اینجا معتقد بود در این ایمیل که اینا به داعش هم کمک میکنن، به اون جبهه النصره و نمیدونم این آتشخالایی توی سوریه و لبنان و اینا هم چیزی بخوان به هر حال در خدمتن. با خودمون فکر کردیم خب کار بعدی هم نمی کنن، چون که به هر حال یهودیت و اسلام اینا با هم به سرنبو هم دیگه، با هم قومخیش هم، کمک به فامیل هم که اشکال نداره، خب به هم کمک میکنن، بعدم احتمالا ارادتی دارن. بعد که جستجو کردیم دیدیم درست فکر کردیم، چون مثلا بسیاری موارد ما دیده بودیم اسم یکی حسین علیه، حسن علیه، چراغ علیه، گدا علیه، عروج علیه، اینا رو شنیده بودیم. بعد اخیرا شنیدیم که یکی از این سردمداران اسرائیلی اسمش نفتالیه، نفتالی بنت. گفتیم خب این میتونه ارادت پدر مادر این آقای محترم که اسمشو نفتالی گذاشتن این باشه که هم به علی ابن ابی طالب شیعیان ارادت داره هم به نفت، بنابراین اسم بچهشو نفتالی گذاشته. حالا فامیلیش بنت بوده، آقای بنت، اسم بچهشو نفتالی گذاشته، آقا شده نفتالی بنت. برای اسم جالبیه، چطور ما چراغ علی داریم، عروج علی داریم، اینم نفت داریم.
علوم جدی خوبی و اینا ارادت دارن به هم دیگه، نون هم به قرض هم میدن گاهی، با هم هم رفیق هم، چه اشکالی داره؟ یادتونه چند بار در همین برنامه ها بهتون گفتیم که ما معتقدیم این مذاکرات اتمی به نتیجه نمیرسه، سامان نمیگیره، گرچه هموطنان ما ریختن تو خیابون ابراز خوشحالی کردن و سور حسینی برشون داشت و جشن گرفتن، ولی ما فکر میکنیم این کار به نتیجه نمیرسه. چرا؟ دفعه پیش گفتیم برای اینکه در اونجا یه نفر یا یه ارگان یه سازمان که تصمیم گیرنده نیست، یه حمام خرابه ایست با 40 جامعه دار. بلافاصله شاهد سخن ما آمد در اخبار، بازم معتقدیم این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، عملی نیست، این جماعت نمیتونن به قولی که دادن حتی امضا کردن پایبند باشن. 37 گفتن مرگ بر آمریکا، 37 گفتن مرگ بر اسرائیل. یک سردمدار جمهوری اسلامی را سخن میگفت که ما با تمام مردم جهان دوستیم، دشمنی با کسی نداریم، خواهان زندگی صلح‌آمیز در کنار همه مردم جهان هستیم. اون گابوسالایی که اونجا نشسته بودن ظاهرا در نماز جمعه بود، گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس. حالا یارو میگه ما با هیچ کی مشکل نداریم، یارو مرگ بر همه میگه. به هر حال این به نتیجه نخواهد رسید، چون اینا نه به قولشون اعتباره نه به امضاشون، بعدم اگر زیر باری همچین مسائلی برند که سازمانشون به هم میریزه، ریشهشون زده میشه. شاهدم از غیب رسید، بلافاصله سردار حسین سلامی از سرداران اسلام در جواب این سوال که آقا شماها تعهد کردید، آقای ظریف در اون لوزان چای تعهد کرده که به غربی ها، به اون سازمان انرژی اتمی و آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و فلان اجازه بازرسی از مراکز اتمی رو بدین. ما اجازه نمیدیم، با سرب داغ ازشون پذیرایی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من و شما با هم اختلاف داشتیم، بعد یه دفت دادن وسط بین ما رو، صلح دادن، آشتی دادن، صورت همدیگه رو بوسیدیم، بلند شدیم رفتیم خونمون، حالا قراره با هم رفت آمد کنیم، یه اختلاف ها رو کنار گذاشتیم دیگه. بعد ما با اون یارو که باش اختلاف ببین اگه بیای خونه ما من قلم تو پاتو میشکنم، نشد که برای نمیشه، نه اینا زیر بار میرن نه اونا حاضر میشن تحریما رو بردارن. این میگه حال تو تحریما رو بردار تا بشینیم. میگه نه آقا تحریما که برداشتنی نیست. یعنی بازم همه جور ملت ایران هم که دارن چوب میخورن، یعنی کلاه سر ملت ایران میره. نگاه و ملت هم که تاوان پس خواهند داد. یه رقم هایی میشتویم اصلا حیرت میکنیم، سیب زمینی کیلو 5000 تومان، گوجه فرنگی کیلو 4000 تومان، یک متر مربع خانه در فلانجای تهران 50 میلیون تومان، سال 1350 و 50، ما یه خونه 3 طبقه در تهران در یه محل نسبتاً که نفری هم نبود، مرکز رو به بالای شهر، خریدیم 100 هزار تومان، 3 طبقه با آب و برق و تلفن رو بگذارم همه چی، 30 تومن داشتیم، بقیهشم از بانک قرض کردیم، 300 تومن میگفتیم، 100 هزار تومن. الان هست که سر گافتومن یه ظرف بستنی میدن، هر درمون بستنی های اکتار آقای بستنی های حساب سر در نهی بود. به حال نمیشه
آرزو نمی کنیم ما، زبان ما لال، این کار آخرش به درگیری نظامی ممکنه بکشه و مملکت ما در خطر حمله نظامی است. اینا نرویی میکنن در مقابل غرب، غربم یه جور دیگه تو کاسه اینا میذاره. با یه دوستی صحبت میکردیم، خلاصانی این داستان براءت از مشرکین یعنی چی؟ خوریم والا اینا هر روزی که اومدن سر کار یه شاموتی بازی علم کردن به این شکل که مردم بیچارهی که حالا بعد سالها زندگی پولی به دست می آوردن و طالب رفتن حج می شدند، یه گروهی رو تعلیم می دادن، قاطی اینا می کردن که شما رفتید اونجا وقتی مراسم حج رو به جا آوردید در یه روز هم بریزید تو خیابونای حالا مکه مدینه هر جا تو اون شهری که هستید تظاهرات کنید براءت از مشرکین، یعنی دوری از کفار، دوری از مشرکین، دوری از کسانی که شرک می‌ورزن. و غیر مستقیم یه تیپا به دولت عربستان سعودی و سردمدارانش می‌دادن که شما مشرکین، ما می‌خوایم از شما دوری بگزینیم و به اسلام واقعی که همون اسلام تشیع باشه به پیوندیم و دنباله اون باشیم. گفتیم آره، براءت یعنی دوری از مشرکین، از کفار. و بعد این داستان براءت از مشرکین یعنی که تو یه سری از اتباع کشور تو بفرستی توی کشور دیگه، اینا برن اونجا تظاهرات کنن. فکر کنین مثلا چند تا کانادایی یا آمریکایی پاشن برن توی تهران و بگن مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آمریکا یا زنده باد کانادا یا زنده باد فرانسه. خب چه باشون میکنن؟ تأمل میکنن؟ گفتیم آره، این معنی براءت از مشرکینه. ولی به نظر ما خودمون به کسی کاری نداریم، ما براءت از مسلمین اعلام میکنیم. خب یعنی چی پیر؟ گفتیم بذار یه ایمیل برای ما اومده بخونیم برات. خب بخون. این ایمیل تیترش هست تاریخ عرب. خوب خیلی تفکر برانگیزه، این هفتش خطه ولی خیلی جالبه. تاریخ عرب رو در یک هفتش سطر بیان کرد. بریدن سر حسین ابن علی و بردن آن نزد عبیدالله ابن زیاد. میدونید وقتی ماجرای کربلا، اون فاجعه کربلا پیش اومد و تمام شد و امام حسین و یارانش رو به اصطلاح شهید کردن، بعد سر این اسرا رو بردن در خدمت خلیفه وقت عبدالله ابن زیاد. پس شد بریدن سر حضرت امام حسین علیه السلام و بردن این سر حالا خودش و یارانش نزد حاکم وقت عبیدالله ابن زیاد. اندکی بعد خیلی تفکر برانگیزه، سپس بریدن سر عبیدالله ابن زیاد و بردن آن نزد مختار ثقفی. میدونید که بعد از ماجرای کربلا مختار پسر ابو عبیده ثقفی قیام کرد به خونخواهی امام حسین و یارانش و حاکم شد و بلتب سر خلیفه وقت رو که در زمان امام حسین حاکم بود و اون جنایت رو مرتکب شده بود بردن نزد خلیفه جدید آقای مختار. در ادامه بعد مختار رو یکی اومد برداشت. بریده شدن سر مختار ثقفی و بردن آن نزد عبدالله ابن زبیر. باز دوباره مختار از حکومت عرض شد، کشته شد، سرشو بردن نزد خلیفه جدید. دوباره بریده شدن سر عبدالله ابن زبیر و بردن آن نزد عبدالملک مروان. یعنی باز این خلیفه حاکم رو کشتن، سرشو بردن پیش خلیفه جدید عبدالملک مروان. و توضیح این که در آن زمان
نه رژیم صهیونیستی وجود داشت، نه آمریکای استکباری، نه القاعده و نه داعش. بنابراین البته نوشته فقط اسلام بود و مسلمانان. بنابراین یه جوری ما باید از براءت از مسلمین اعلام کنیم، نه براءت از مشرکین. مشرکین که اینجا در خدمتشون هستیم کاری به کار ما ندارن، یعنی کمکمون هم میکنن. دفعه پیش در ابتدای برنامه گفتیم وقتی که نام پر افتخار موسیو ژان پیر اخشنبو دوست کبکی کاناداییمون رو گفتیم، گفتیم که راجب این موسیو ژان پیر اخشنبو و موسیو ژان پیر اخشنبوها با شما صحبت میکنیم، بعد مسئله یادمون رفتی، شاید کمتر بهش پرداختیم. دیدیم گاهی بعضیا سوال میکنن یا انتقاد میکنن این مسخره بازی ها چیه که اختر عیادمان ممری نمیدونم نایب بر حقمان، علیکبر نوچه‌مان، موسیو ژان پیر هموطن کانادایی، اینا همه مثاله، اینا همه سمبولیکه. اختر عیال ما همسر واقعی ما نیست، یه سمبولی است از یه زن، یه مادر ایرانی با همه محبت ها و محسنات زن ایرانی و احیانا ناهنجاری هایی که در بعضی از زنان ما هست. ممدی فرزند واقعی ما نیست، نمونه است از یک پسر ایرانی که ناتار شده با پدر مادر مهاجرت کنه این بر دنیا و امروز محسناتی داره و باز معایب. علیکبر نوچه ما نداریم، نوچه فرضی ماست. این عجله اباهله که اینها رو مسخره به مسخره میگیرید. فکر کنید علیکبر یکی از این کسانی است که در اطراف همه ما از هموطنانمون هستن. به سعید میگفتیم پریشب ما منظر یه دوست ایرانی مهمان بودیم، یه خانم و آقای محترمی هستن که اینا از زمانی که ما وارد این کار شدیم باشون آشنا شد حدود 25 سال پیش، امسال همین 11 آوریل 25 سال از ورود ما به سرزمین کوفیت، از همون روزای اول. بعدم این خانم فهمید ما معلم بودیم، خودشم خانوم مدیر مدرسه بوده، معلم بوده اینجا، یه مدرسه ایرانی را انداخته بود، بچه ها رو بردیم یه چند وقتی اونجا فارسی میخوندن. ایشون چند روز پیش زنگ زد گفت فلانی روز یک شنبه همین پریدون بیایید خونه ما. گفتیم خانوم چه خبره؟ فکر کردیم تولد بچه هاست خبری. گفت نه والا هیچ خبری نیست، گفت برو خدا بگو اگر تولد ما بدونید اون موقع نیمونده که نشید. گفت نه میخوام عید هم دیگران، راست میگه عید نبود، رفته بودن امریکا دیدن بچه هاش نبودیم، حالا دوستان رو دعوت کردیم امشب دوره هم باشیم. بسیار ما مستر کار اومدیم و به قول معروف سر صورتی صفا دادیم، با عیالمون رفتیم با آخرش. یه جمعی بود اصلا حیرت انگیز از افکار مختلف. وقتی نگاه میکردیم به این جمع مهمونا 50 نفر، خود این خانواده به دلیلی که مرد خانواده نظامی بوده در حال ارادتی دارن به دوران آریا مهری، برای ما اونجا آدم هایی دیدیم اصلا یه طیف دیگه، چپ اونوری میگن که یکی از این تلویزیون ها یه خانم محترمی نشسته، وقتی به افراد خارج طیف فکری خودش میرسه، خودش سنتران طلبه، وقتی به طرفداران روانشاد مصدق میرسه میگه این مصدقی های نجاست، مصدقی های نجاست بودن، یا یکی دوتا یا به تودهی ها که میرسن تودهی های خائن. ما تودهی ها که خائن نبودن، ممکنه چند تا از سرانشون به اون ملت و اون میهن خیانت کردن،
یارو که در درگوزآباد یه چیزی از حزب توده شنیده بود، دل در گروه میهن داشت، فکر میکرد که اگر بره به این حزب به پیونده کاری برای میهنش میکنه. اون که مقصر نبود، اون آگاه بود، همون دنیای خودشو میشناخت. یا اون که رفته طرفدار مجاهدین شده، اون فکر میکرد مجاهدین دارن برای اون میهن یه کاری میکنن. یارو رب جان گذاشت بر سر این کار، نه یکی دوتا، هزاران. برحال یک طیفی از هموطنان مختلف اونجا بودن، ما لذتی بردیم وقتی میشستیم با اینا صحبت کردیم، از طیفهای مختلف، از آدمهای مختلف، از به قول معروف چپ 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 تا راست 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 اونجا آدم میتونستی ببین، و همه در کنار هم. و این زن چه فعالیتی میکرد که به همه خوش بگذاریم، چه پذیرایی و چقدر محبت، و خیلی عجیب بود. توصیه میکرد که تلفن‌های همدیگر رو بگیرید. خب ما اکثرا همون نمیشناختیم، ما چند تاشون رو نمیشناختیم. تلفن‌های همدیگر رو بگیرید، از دل هم روزگار هم با خبر باشیم. این دیگه کیه؟ میگن ایرونی ها معمولا با هم نمیشدیم. اون دیگه چی هم اصلا عجیب غریب بود. شای بسیار خوبی بود، نشستیم، پیلم لذت بردیم، پذیرایی گرمی هم شدیم. یه نمونه ایران، یه نمونه زن ایران سعی میکنه برای بحث کردن آمده. ما میگیم نه، اسمشو میگیم که فکر کنی تبلیغ برای کسی میکنی، از هموطن میگیم. برحال امروز مشکل ما در کنار هم نبودن ماست. گاهی اگر در کنار هم باشیم، تو میشینیم از خودت صحبت میکنیم، دیگه چرا به طیف مقابلت فوش میدیم؟ چرا اونو نجاست خطاب میکنیم؟ وقتی تو اینجوری میگی، اونم همین نسبت رو به تو میده. ما احترام از هم یاد کنیم. ممکن از نظر تفکر سیاسی با هم اختلاف داشته باشیم، ولی دشمن هم که نیستیم، هموطنیم، همزبانیم، از یه خاک اومدیم، منافع مشترک داریم، در یک ملک شریکیم با هم، در یک مملکت با هم شریکیم. بگذاریم. هفته پیش یکی از این تلویزیون ها رو نگاه میکردیم، تلویزیون آقای وطنخواه، آقای آریان وطنخواه. این هم حکایتیست، این آقای آریان وطنخواه، تلویزیون ایران آریایی. خیلی حیرت انگیز بود این داستانی که اتفاق افتاد، برای این تعریف کنیم. اون تلویزیون هم خب بلتب چند تا برنامه ساز داره دیگه. حالا چند تا برنامه ساز داره دیگه، اجازه بدید توضیح راجع به اون برنامه ساز را ندید. یکی از اینا ظاهرا برنامه داشته، اینا تلفن میگیرن دیگه، یه خانومی میاد رو خط و از رفتار اینا یه انتقاد محترمانه ای میکنه. حالا میبینی چی گفته. و اولا که بلافاصله از توی اتاق فرمان قطعش میکنن، دو اون آقا سرتر قضیه رو هم میاره، اون مجری و پا میشه میره. روز بعد صاحب تلویزیون جناب آقای وطنخواه برنامه داشت و گیر داد به اون مجری و اون برنامه و به خصوص اون خانم بیننده. اون خانم بیننده بیچاره چیکار کرده بود؟ اون اومد روی تلویزیون خط برنامهشو گذاشت. خود آقای وطنخواه اون تیکه ای رو که اون خانم اومده بود و انتقاد کرده بود، صحبت کرده بود، گذاشت. گفت آقا شما اونجا نشستی و به مردم توصیه میکنید بریزید تو خیابون، چطور ممکنه تو اونجا بشینی و به مردمی که نه سلاحی دارن نه وسیله‌ای دارن توصیه کنید برید من تو خیابون در مقابل رژیم کمونیست؟ بعدم مرتب از صبح تا شب نشستین از مردم پول می‌خواید.
آقای وطنکان یه سری بعد از اینکه اون تیکه صحبت اون خانم رو گذاشت، فوش و فضیحت بار اون خانم کرد که تو نمیفهمی، نه آگاهی، میای چی نیروی انرژی منفی در میکنی، به قول معروف صادر میکنی. نه، باید مردم آگاه بشن. ما اومدیم برای آگاه کردن مردم. یعنی یارو کنار ساحل امن اقیانوس اطلس و آرام نشسته و هموطن من تو ایران توصیه میکنه بریز تو خیابون، 100,000 نفرتون بریز تو خیابون، خب 1,000 نفرتون رو میکشن، همه تو بکنه کنم بکشن، 1,000,000 بیاین، 2,000,000 بیاین، به این دفعه تلویزیون رو بگیرید، بعد برید آخوندان رو بگیرید بکشید. چرا این فکر میکنه که مردم بریزن تو خیابون، به قول خودش آخوندان رو بکشن، رژیم رو کشن پایین، ایشون بره اونجا صاحب همه چی بشه؟ چرا بعضی ها اینجوری فکر میکنن؟ چرا فکر میکنن که ما باید از امکانات این کشورهای پیشرفته برخوردار باشیم؟ اینجا دست حالا حداقل ما اینجا هرچی نداریم از یه امنیت نسبی که برخورداریم که باشیم. ما 25 ساله توی خاکیم، نه کسی آزارمون داره، نه کسی مزاحم اون شده. دو سه جلسه پیش بود تعریف کردم، من جریمه کردم تو خیابون، پلیس قدر قدرت کردن گروه، هرچی براش توضیح دادیم گفت نه تو استاپ رد کرد. رفتیم دادگاه بردیم در مقابل دستگاه قضاییه این مملکت عظیم، یه آدم یه لاغبای پیگوری مثل ما رفتیم از خودمون دفاع کردیم، به قاضی ثابت کردیم که خلاف بود. نه اجازه رو بهمون میدن دیگه. بعد اینجا از این امکانات و از این رفاه و از این تشکیلات و از این جاده ها و اتوبان ها و از امکانات رفاهی و دیشب باز منزل یه نازنینی بودیم، همچه که صحبت میکردیم یه پرینتر نو خریده، یه پرینتر خریدی با آرهان چند خریدی با 50 دلار، 50 دلار ما یک خریدیم 200 دلار. گفت نه من توی چی بلک فرایده خریدم، یه روزایی هست حراج میکنم این چیز. یا مثلا اخیرا یکی از دوستان قدیمی ما اینجا خونه خرید، فکر کنید یه خونه خریده 415,000 دلار با 100,000 دلار مثلا چیز به اصطلاح پیش برداخت. سن یاد نداره، جوانه، 50 سال بیشتر نداره، تونسته زندگیش رو جمع جور کنه، یه خونه کوچکتر داشته فروخته و یه جای بزرگتر. این امکان هست به یه آدمی که یارو بانکه میبینه که این داره زحمت میکشه کار میکنه پول میسازه، نزدیک 300,000 دلار وام دادن که در 35 سال پس بده. بوده بهش انشاءالله یه خونه میشه سرمایه برای بچه هات، کار خیلی خوبی کردی. این امکانات هست تو ایران، میشه اصلا بانک به کسی وام میده؟ اخیرا شنیدیم یه قانون گذاشتن بانک وقتی به وام میده نصف خونه صاحب میشه. این خب نصفش مانه منه دیگه، من خوب گذاشتم. اصلا اونجا ما یادمون نمیاد بکنیم، حال زمان آریامه چرا خودمون یه وام 50,000 تومان 60,000 تومان وام از بانک گرفتیم. با من الان چند 60,000 تومان 20 دلاره 30 دلاره و بعد پس دادیم و خونه خریدیم. ولی اینجا همه امکانات هست، برو بانک بخون، میخوام بیزینس بزن، از دروغ بگی پوستو میکنن و بهت نمیدن راستش باید خیلی چیزها رو میدن. بسیاری از هموطنان دیدیم بعضی کارا رو میکنن، ما اون نکنیم کنیم، نمیفهمن اینا خرن، ولی اون میبینی یه سوراخی سر در میاره که خر نبودن فهمیدن، برود نمیارن. این امکانات هست، بعد با در کنار ساحل امن اقیانوس اطلس آرام بشینیم و به هموطنمون بگیم آقای آریان وطنخواه این درسته، انسانیه. و بعد یکی میاد انتقاد میکنه، اون خانمه حرف درستی میزد، میگفت نکنی این کارو، هموطنهای ما رو نفرست تو خیابون، من این رو ابله اون شمیرانیه نبود با خخا،
اومده اون ساعت 10 صبح بیایید نمیدونم برید تلویزیون رو بگیرید بعد برید آخوندها ریشاشون رو میتراشن در میرن. یه مش مردم ناآگاه ساده دل شکسته رو میتونن تو خیابون دادن دم تیر پاسدارا و بسیجی ها و اینا. نکنید این کارو. شما اگه آبی برای اون مردم نمیارید کودشون رو نشکنید. آقای وطن کن جمع کن برو برو مثل اون تلویزیونای دیگه رو اینترنت خشت هم کمتر میشه اینقدر نیازده رو اونجا بیاید گریه‌زاری کنید یه بگی خواهرم مرده به خاطر این تلویزیون پول بده نمیشه. چرا؟ یه زمانی اون سعید زکویی زننگ بود اولین بار زن و برد مثل حمید شبخیز. یادمونه حمید شبخیز اولین باری که عرض میشود میخواست تلتان کنه در یه نشست یه صبح تا شب 700-800 هزار دلار پول جمع کرد. اون موقع مردم عشقی داشتن در یه حال و هوایی دیگه بودن میدادن. الان دیگه نیست. تلویزیون میهن و این همه التماس میکنیم بابا این تشکیلات ساده این کوچولو رو یه سی شی بدید که رفیق ما بتونه پول برق و اینترنت شو بده. اکراه دارن مردم یه مقدار سر خوردن. یه مقدار آقای آریان وطنخواه به صداقت من و تو شک دارم بیرو در بسید گفتیم قزل زنگ زده بود آقای خراسانی تو زرد در نیای بهبانی تو زرد در نیای ما به هر که اعتماد کردیم بر خراب شد دیدیم دروغ میگن تو ما که سعی میکنیم تو زرد نیای بهبانی رو هم تا اونجایی که ما میشناسیم از روز اولی که این مرد رو شناختیم و الان همه چیزایی که گفته من سر موضعش بوده راستی آنها اسم ازن شد البته روی فیسبوک و این تشکیلات استقبالی سهنیزی بهش تبریک گفتیم تولد ازن تولد رو بهش تبریک میگیم اونجا براش آرزو کردیم اینقدر بمانی که آزادی میهن رو ببینی و از کنار هم میهن شادت زندگی خوشی داشته باشی در خاک میهنت برات آرزوی سلامتی میکنیم ازم جان و اینکه که تو همه عزیزان سالم باشین سلامت باشین زن عجیب غریبیست واقعا مرتب فعال هر کاری دستش در بیاد برای میهنش میکنیم مثل خودمونم از فساد اخلاق برخورداره همون یه جورای اخلاقای خودمونم داره یعنی با خیلی ناهنجاری ها میبینیم مخالفه خیلی گزفتاری ها رو انتقاد میکنه در این نوشته ها خیلی مطالب آموزنده گاهی میذاره که ما ازش یاد کنیم به هر حال از انجام یه بار دیگه امرو به بهبانی گفت چه اینقدر چیزها رو تکرار میکنی راست هم میگیم اما نه وقتی علاقه به چیزی داشته چه میخواد ما نیست معلم هم بودیم درس رو میدادیم بعد یه بار تکرار میکنیم بعد چیز هم فهمیدیم یا دوباره برات بگم حالا اگر تکرار میکنیم از دل سوختمونه میخوام هموطنمون به جمله که یک نیم ساعت راجع به سفرمون صحبت کردیم اونجا هم گفتیم چرا داریم میگیم جیان کلام در اون داستان سفر این بود که آقا میهن ما از صنعت توریسم محروم است و این کشور فسقلی یوجوی که هیچ گونه درآمد ارزی نداره به پسره گفتیم نفت دارید گفتیم و فقط محصولات صادراتی ما موز و سیب و چوهان و ناس و ناس بعد تازه گفت یه قوزی هم بالا قوزشون هست چطور که الان داد جمهوری اسلامی از هجوم افاقنه به ایران بر هواست افغانان هم به رسمیت نمیشناسن بیچاره ها به بچه هاشون شد اسلامی نمیدن گفت ما هم این کشور مجاورمون اتباعش میان اینجا دنبال کار برای اتباع خودمون نیست اونا میان کار میتونن کار خودمون کم میشه ولی همچنان تلاش میکنیم حالا این صنعت توریسته رو زن ما برای این گفتیم این قصدمون بود نه اینکه جلو شما به قول معروف چوسی بیاییم که ما یه مسافرتی که هر کس میره خواستیم از این بهره بگیریم توجه بدیم ملت ما کشور ما میهن ما از صنعت توریسم
که صنعت پیشرفته بین‌المللیست محرومه به خاطر حماقت سرانش، به خاطر دو سه تا قانون قرون وسطایی عقب مانده. از این هم بگذریم. از می شود که در خبرها اومده بود، این خبر مانه همون زمان لوزانچایه، وقت اون قرارداد تصویب شد و یه جورایی حالا با هم کنار اومدن، دولت کانادا 30 میلیون دلار بودجه گذاشته، در خبر اومده بود، برای جمع کردن جنازه تأسیسات اتمی ایران. اون نوشته بود برای حمل تابوت تأسیسات اتمی 200 میلیارد دلار. آقایون در طول این 20 سال خرج کردن برای تأسیسات اتمی را بندازن، همش هم یا بیشترش هم بازار سیاه خریدن با قیمت های استلا قهنا، و حالا با این قرارداد و این داستان ظاهرا قرار همش رو بدیدن گاردویچ آشقالی. یه مردی توی کامپیوتر دیدیم توی فیسبوک بود که خیلی جالب بود، گفت فوردو رو که دیگه قراره توش غنی‌سازی انجام نشه، الان قراره اونجا از اون دستگاه ها برای گرفتن آب سیب و آب پرتقال و از آب آناناس رو اینا استفاده. مسخره نیست؟ ثروت اون میهن و اون نفتی که از اون زمین در اومد بشتی 100 دلار بی انصافا فروختن، پولا رو یاد دزدیدن، اون خاوری خائن بی همه چیز برد پولا رو مملکت در خارج برای دخترش خونه خرید، برگشتن اونا به جیب قدیرخان پاکستانی ریختن برای خریدن این 4 تا آشغال در به در اتمی. امروز همه باید در حقیقت اسکرپ بشه دیگه، جمع 200,000 سانتریفیوژ خریدن که 5,000 تا چی میتونن استفاده کنن و اگر اجازه ندارن، یا نمیدونیم چی تأسیسات عظیمی برای اون نیروگاه اتمی بوشهر برای بورسا شده گاو شیرده، هر روز اینا رو بدوشن، اینجاش خرابه، اینجاش نیاز به تعمیر داره، اینجاش نیاز به تکمیل داره، یا به کشورهای دیگه آشغالای چین رو وارد کنم، اجناس مسموم و مضر برای سلامتی رو به خورد مردم ایران بدن که پوستان داشت رو بگیرن به ایزنتی میشون. آره این هم داستانه که حالا باید دولت کانادا به این دوستی میگفتیم بیاد از مالیات ما اتباع کانادایی 3 میلیون دلارش رو بده تا این جنازه رو حمل کنن به گولستان. وقتی حساب کتاب تو مملکتی نباشه پول مردم رو چجوری به باد بده. یه خبری خوندیم در اخبار اومده بود که یه دهی یه داستانی ساز کردن که اوباما شیعه است، دلیلش هم این بوده که ایشون در زمان جوانی و بچگیش در کشوری زندگی میکرده که در اون کشور اکثریت با شیعیان بوده و بنابراین ایشون علاقه به تشیع داره، اگرم از رژیم شریف حمایت میکنه فقط به همین دلیله. اونا خب اگر این منطق درست باشه، البته ما نمیگیم نیستا، اگر این منطق درست باشه میشه گفت آقای اوباما سنی هم هست، برای که وقتی رفته بود خدمت اعلی حضرت فقیده عربستان سعودی وسیله بود، جالتونه تا کمر دلدار شد دست اعلی حضرت مارش کرد؟ نه اوباما به نظر ما نه شیعه هست نه سنی نه حتی مسیحی، اون فقط به فکر منافع خودش و ملتشه، میبینه چی به نفع امریکاست چی به نفع خودشه. همه این کشورهای مترقی همینه دیگه، یارو که در رأس نشسته بیشتر فکر اینه که به فکر خودشه، نه اینکه پولا رو بده جیبش، چون اینجا یه خورده سخته پولا رو بده جیبت و سیمت بود بودن خصوص ماما ها و نشریات تلویزیون، بیشتر به فکر این که اگه موقعیتی باشه دوباره بتونه انتخاب بشه، اگه مثل اوباما دوتا دورش تموم بشه بعدن بتونه در جاگاه هایی پستایی بگیره پولایی بسازه
مثل آقای کلینتون که الان شنیدیم میره یه جا سخنرانی میکنه و حتی میشه آزولات دست خوش بشه برای دو ساعت سخنرانی. بنابراین اینه بعدم برای مساله میهنش چی کار بکنه که به نفع امریکا بشه، نه برای شیعه تره خوش بکنه، نه برای تسنم، نه شاید اصلا فکر ادوان مسیحیت بشه. یه بارم بشه گفتوندن گفتون نه من مسیحیم، من مسلمان نیستم. یه دلیدن دیگه هم دارن، یه اسمش حسینه دیگه، حسین که نمیتونه شیعه نباشه. میگن این حالا کلومش درسته حقیقت نمیتونه. یک فیلمی دیشب دیدیم باز در اینترنت، در یکی از شهرهای امریکا یه سگی بوده در خدمت پلیس. از این سگای تعلیم دیده هستش که برای کار پلیسی و کشفیات پلیسی ازش استفاده میکنه. این حیوان در 12 سال در خدمت پلیس بوده و یه سال پیش معلوم شده که این مریضه. مریضیش هم جوریه که دیگه درمان پذیر نیست و قرار شد بازنشسته بشه. بعد پلیس اون شهر این سگ رو توی یه دونه گاری مثل تخت بیمارستان کوچولو گذاشته بود، از خیابونای شهر رد میکرد که ببرن در یه مرکزی به زندگیش خاتمه بدن. و مردم اون شهر چه ابراز احساساتی نسبت به این حیوان بیمار میکردن. بعد اونجا نوشته بود که این سگ یه قلم مثلا یه بار 100 کیلو کوکائین رو کشف کرده، یا مثلا باعث دستگیری چقدر جنایتکارا و دزدها و قاچاقچی ها شده. و امروز که دوران خدمتش تموم شده و به اصطلاح بازنشسته شده، حالا که دیگه از این بیماری جان سالم به کار به در نمیبره، دارن میبرنش که در یه جایی به زندگیش خاتمه بدن که درد نکشه. یاد میهن خودمون افتادیم، باور کنیم. و این در این فاجعه ای که در این هفته گذشته، دو هفته گذشته اتفاق افتاده، باید خودمون رو کنترل کنیم در گفتن این خبر. این بی‌انصافی‌ها در شیراز رفتن به سگای ولگرد خیابونی اسید تزریق میکنن که این حیوانا رو بکشن. ما والا نمیدونیم چه یه انسان به کجا باید باشه، در چه جایگاهی باشه که بتونه به چنین جنایتی دست بزنه. اصلا برای ما قابل تصور نیست. در کشورهای پیشرفته امروز اعدام رو دارن یا ملغا میکنن، در بسیاری از ایالت امریکا سعی میکنن این فعالین اجتماعی که مانع اعدام بشن، حتی برای جنایتکارهای خیلی خطرناک، و یا انسانی ترش کنن، یعنی مثلا با گوله نزنن، با صندلی الکتریک بکشن، یا اخیراً یه چیزی تزریق کنن که یارو درد حس نکنه. ما نمیدونیم اون کسی که میره و به سگ، یه حیوان بی‌دفاع، اسید تو رگش تزریق میکنه. و شاهد تعریف کرد که این حیوان با چه ناله دردناکی میمیره وقتی معلومه که اسید تو خونه بره. جنایت تا کجا؟ بی انصافی تا کجا؟ یادمونه کلاس 5 و 6 ابتدایی بودیم، پیش آهنگ پیش آهنگ های 10-12 تا دستورالعمل داشتن. یکی شفقت به حیوانات بود. هیچ موقع یادمونه بوده اولین بار نمیدونستیم شفقت یعنی چی. بچه بودیم هنوز معنی کلمات از مربیم پرسیدیم این شفقت که یعنی مهربانی، یعنی به حیوانات یه پیشاهنگ باید مهربان باشه. چجوری میشه اینقدر نسبت به حیوان نامهربان بود؟ طور در ترکیه یه هموطنی داریم، دوست خیلی خوبمونم هست، رفته بود ترکیه، خودش هم آذریه، بلتا وقتی میگه اینجا مشکل زبان نداره تو هم
به خلاص داریم در خیابونا مردم خونه های کوچولوی دو سه طبقه درست کردن برای گربه های بهتر و این حیوان ها دستای ملزمستون میرن توی این خونه ها شب میخوابن و مردم میان آب و غذا براشون میخوابن. ترکا ها، ما ایرانیان شیعه اصلاح‌اشعری دوازده امامی طالب ولایت پیرو ولایت تا پیرو مولا علی که مظهر فتوت لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی، یعنی هیچ فتوتی بالاتر از علی نیست، فتوت علی و البته هیچ شمشیری کاراتر از ذوالفقار. اخ با این ادعاها اینقدر ظلم به انسان و حیوان و محیط زیست و درخت و موجود و ببر و پلنگ و خرس و به کجا رسیدیم؟ ما البته هنوز انسانهای خوبتمون هستم، بسیارشون ما میشناسیم، ناامید نیستیم، از یعنی معتقد نیستیم که انسانیت مرد در اون نمیگی دارشون اون رفتگره شریف هموطنمون 180 میلیون تومن طلا رو پیدا کرد، فکر کرده بود آهنه، جیرین جیرین میکرد تو برم اون شب بفروشم به نونی بابم، و وقتی میبینه تلاس اون جاها میگرد تلا فروشه بر میگرده که کیسه شده اونجا مال تو آقا میفرم هوملس خیابونگرد پا برهنه هموطن من و تو. آقای خاوری 3 میلیارد تومان 3 میلیارد دلار پول اون ملت پابرهنه رو میرزه جیبش بیاد اینجا در کانادا خونه میخره برای دخترش. اما چون تنها نبوده ها، دستایی بوده که اون مردم بیدیم فامیل ایناست، از نزدیکاشون هم هست، چاقو هم که دستاشون نمیخوره. گفتیم در برنامه قبل میخواییم راجع به موسیو جان و موسیو جان ها، منظورمون از موسیو جان همین هموطن های کانادایی مون هستن. ما 25 سال پیش که وارد کانادا شدیم یه 3-4 تا از اعضای فامیلمون فقط اینجا بودیم، ما اونا بودیم که آشنا بودیم. به تدریج که وارد این اجتماع شدیم خب به هر مناسبتی یکی رو شناختیم، بخواستیم بریم سرمون رو اصلاح کنیم، رفتیم تو این سلمونی محل سرمون اصلاح کردیم با سلمونی آشنا شد، در زمیارمون رفت بگیم جبرئیل دوباره ناظر شد میره به اشتی و برد با اجازه شما به سلامتی شما. ما که گفتیم بارها فکر نکنید رنگش و هیبتش و به خصوص لیوانش خیلی شهوت انگیزه و نشون میده که شاید مسکرات باشه ولی نیست. ما در اون سفری که رفته بودیم از صبح رفقا شروع میکردن به مسکرات، یعنی چجوری شما روز میتونید مشروب سنگین بخورید؟ بعضی اونجوری دوست داشتن بودیم از صبح کنار استخر شروع میکردن، برای همواره میدیدیم یکیشون رو ندیدیم که از حد خارج شده باشه، دیدیم هموطنها وقتی هم که مشروب میکنن لیوان درست اون یکی میگرفت 2 ساعت اونجا میسرخید گاهی یه لب میسرد. هموطنه من شما 2 بطر میزنن زمین لیوان های مثل آب میخورن و ما میشن یا یکی از اون ولی مفتوی آخونده میگم و عرق خورداری کنه با آدمی داد نمیره، راست میگم یا آقای دانشمند هست آخون دانشمند هر حال گفتیم با سنمونی محل آشنا شدیم، ماشین خریدیم رفتیم بیمه کنیم با بیمه چی آشنا شدیم، بیزینس داریم با ساپلایر آشنا شدیم با مشتری آشنا شدیم،
و امروز حداقل تو این شهر خودمون که میریم بیرون 50 نفر با ما سلام علیکم. منظور ما از موسیو ژان پیر رخشان با همینان کسانی که 100 نفرشون همسفر ما بودن، کسانی که سابقه آشنایی ما دیرینه ترینشون به 20-25 سال میکشه، یعنی از تاریخ بلودمون، و هر کدوم به مناسبتی با ما رفیق شدن، دوست شدن، آشنا شدن، محبت میکنن. منظورمون اگر اخدر میگیم عیال واقعی ما نیست، عیال سمبولیکه، مملی فرزند سمبولیکه، علی اکبر یکی از همین نازنین هاست. گفتیم از یه نصف کارمون اون شب که منظر اون آقای نظامی اون جناب سرهنگ بودیم، از این علی اکبر ها اونجا فراغون بودن، از اونایی که 3 جلسه بیشتر ندیدنت، هموطنتن، همزبانتن، میان کنارت بشینن، قربون صدقت بودن، ابراز محبت میکنن. بابا در آلمانه، تا 6 ماه پیش اسم ما به گوشش نخورد. هر از گاهی ایمیلی میفرسته، 2-3 بار به ما تلفن زد از آلمان. استاد گفتیم نگو استاد، استاد کیه؟ این خراسانی علی جانمون، اینقدر این مرد با صفا، با وفا، با محبت. از زبونمون در رفت، گفتیم تو آلمان هم ما یک اتقام و خرس داریم. کیا کجا کنون شهر هم؟ گفتم سال هست ازش خبر نهیم ولی میدونیم هست هم. نمیایی اونا رو ببینیم، ما هم تو رو ببینیم. یه هم وطنی که 6 ماه ما رو مرا 20 بار تو تلویزیون تو میان تیوی دیگه. اینا علی اکبر، یه همین این هم علی اکبره، این یه علی اکبره. اینا هم همه موسیو ژان هم. چه جان پیر رخشان با هم. ما در این 25 سال شاید 2 بار شده که با یکی از اینا، اونم سر یه حسابی، کتابی، تشکیلاتی اختلاف پیدا کنیم، ولی اینجا کتک کاری هم بار نیست. نگیم تا به 2 نفر با هم دست به یقه بشه، یعنی میدونن این کارو بکنه چرمه. متاسفانه دیشب دیدیم پسری میره خواستگاری تو اخبار بازی کنه، میره خواستگاری یه دختری، دختره میگه نه، دختره میگه نه نمیخوام با تو ازدواج کنم. آقا چند روز بعد بنا میشه میره داره خونه دختر، میگه میخوام با دختره صحبت کنم، دختره درسش پردخت میره قایم میشه، خواهرش میگه ایشونم میره توی ماشینش یک کلاشینکوف را روزی میاره، خواهره رو میکشه، شوهر خواهره میاد جلو شوهر خواهره رو میزنه، یکی از اعضای خانواده میاد جلو اونو میزنه، در آخرم اونو رو میزنه زیر گردن خودش تو مرز خودش شدید. آخه عاشقیامونم به آدمگاهی نمیده. رفتیم دختره گفت نه آقا، عشقم باید دو طرفه باشه، خود زورکی که نمیشه که. بعدا مگه حل مشکلات با اسلحه هست؟ اینجا ایالت کبک با دولت قدرتمند و قدر قدرت کانادا اختلاف داره، کبکی ها دنبال جدایی از کانادا هستن. تا حالا چند بارم رفراندوم کردن محفظ نشدن، آخرین بارش چند سال پیش بود، ما اینجا بودیم، رفراندوم کردن با یه اختلاف کمی که با قافیه رو باختن. وقتی باختن نخست وزیر وقت کبک اومد تو تلویزیون، تحت تاثیر الکلم بود، یه رو از دهنش در رفت، یه گاف بزرگ سیاسی کرد، رو های کبکی ها علت شکست ما این ایمیگرنت ها، این تا مهاجرین هستند و یهودی ها. راستم میگم یهودی ها و مجاهدین مهاجرین
دنبال این بودن که کبک از کانادا جدا نشه دیگه، برخلاف کبکیان. آقا این حرف رو زد سه روز بعد کلش کردن، سه روز بعد کلش کردن، از مقام نخست وزیری رفت دیگه، اصلا از سیاست کنارگیری کرد. نه که فکر کنید به اعلی حضرت فلان تو این کرده باشه، به ملت، اونم یه ملت ما میگیم دست دوم، نه اهالی اصلی این ایالت کبکی ها، به مهاجرین، به یهودی های مهاجر، به مسلمانان مهاجر، و اینا باعث شکست میشوند. باز چند شب پیش یه چیزی، یه فیلمی توی تلویزیون میدیدیم، آقای اوباما نمیدونیم چطوری بلند شده رفته توی پارک با مردم صحبت میکرد، به خانومه گفت ببخشید مزاحم دویدن شما شدم، داشتیم میدویدیم، گفت نه مسئله این نیست. حالا اگه ایران بود یا ایرانی بودن، یکی میرفت دست آقای اوباما رو ماسک میکرد، یکی پاش رو ماسک میکرد، یکی بغلش میکرد، یکی برمی سنه ماسک میکرد، این بس شروع میشد یا در میرفت، همین چیزمون افراد تفریده. یا با کسی دوستیم قربونش میریم، بچه هاش عمو صدامون میکنن، بچه های ما زن اونو خاله یا عمه صدام میکنن، خدا نکنه که یه جمله بهمون بگه که برامون ناروا باشه دیگه، خودش بده، پدرش بده، مادرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش، عمش، داییش، خالش، زنش، بچهش، عمه بدن. دنیا اونچنان سیاه و سفید نیست، خاکستری هم وجود داره. پنجشنبه گذشته یعنی 16 آوریل 27 بهمن، چهار روز پیش، معلمین همطور که شنیدید احتمالاً در اخبار، در جلو ادارات آموزش و پرورش تجمع سکوت داشتند. یه سری خواسته های سنفی دارن، میدونید که معلمین از شاید به قول این آخوندان مستضعف‌ترین اقشار جامعه ایرانی هستن. در زمانی که ما معلم بودیم در مقایسه با تحصیلات و ارزش کلاس و تشکیلات و در رده های کارمندی، هیچ موقع تناسبی بین حقوق معلم و یک کارمند دیگه نبود. یعنی اگر یک معلم لیسانسیه و یک کارمند شرکت دفت لیسانسیه هر دو در یه سطح تحصیل، یه سن، یه سابقه، حقوقاشون دست کم یک سوم فرق میکرد. یعنی شرکت نفت، شرکت نفت خیلی حقوقاش عالی بود، همیشه محرومترین قشر بودن، مستضعفترین قشر بودن، ولی انصافاً در زمان آریامهر ما خودمون بهتون گفتیم معلم بودیم، ما معلمی رو نمیشناختیم که ناشارش مسافر کشی کنه، بالاخره اون حقوق زندگیش رو اداره میکرد، گوشه کنارشم با تدریس خصوصی یا مثلا شبا بره توی آموزشگاه خصوصی درس بده اداره میشد. خود ما حقوقمون کفاف زندگی رو نمیداد، چه در زمان آریامهر، چه در سالهایی که در زمان رژیم شریف جمهوری اسلامی حکومت عدنانی اونجا کار میکردیم، حقوقمون قسمتی از زندگیمون رو اداره میکرد، بقیهش رو باید کار اضافه میکردیم، ولی کار اضافه نمیرفتیم مسافر کشیم کنیم. البته بعد از انقلاب با شکومن که پاکسازی شدیم مسافر کشیم کردیم، ما گفتیم هستیم از برکات اسلام و حکومت اسلامی بود، همواره محرومترین قشر بودن، ولی حالا دیگه جان به لبشون رسیده از این داستان، قابل تحمل دیگه نیست. البته چند شب پریشب بود رئیس تشکیلاتشون گرفتن زندانه، که قبلا هم گرفته بودن، بعد یه مدت آزاد بود دوباره گرفتن، ولی این برای رژیم باید یک رنگ خطر باشه. معلمین سابقه این کار رو دارن، یادمونه
زمان آریا مهرم یه بار معلمین تظاهرات کردن و در اونجا در جلوی مجلس یه معلم به نام آقای خان علی تا اونجا که یادمونه کشته شد، پلیس با تیر زدش. همون زمان آریا مهر آقای اونه سرطن طلب آقای دکتری که سوال میکنی چرا یک مملکتی با اون عظمت ناگهان مثل برف آب شد رژیمش رفت؟ آقای دکتر یکی عددش این بود، ولی از همان با همون حدود ساباک و رکت دو و فلان هم معلم ها این کار کردن. به هر حال آرزو داریم، هموطنان وظیفه دارن این مطلب رو رسانه‌ای کنن، این و اونقدر بگن. به یاد معلمین دربند باشید، کسانی که سالها بچه های شما رو درس دادید. اگر چهار کلام داریم می‌نویسیم از وجود اوناست و اینو رسانه ای کنید این برانون بگید دنیا آگاه بشه در ایران چه داره میزنه، چه بر سر اون ملت داره میاد. هفته پیش ما یک ناهنجاری در کارمون بود به این ترتیب که ما 10 دقیقه دیر شروع کردیم، بعدم یه خورده حساب از زمان از دستمون در رفت. یه موقع دیدیم داریم از حدمون تجاوز میکنیم و بعد از برنامه ما، برنامه آقای ایرج مصطفی بود و خلاصه سرته برنامه رو هم آوردیم، یه مطلب نیمه تمام داشتیم، اونو دوست داشتیم با شما در میون بذاریم. امروز اول وقت از سعید خان پرسیدیم آقا وقت جوریه، مرم از میشه راهنمایی های داهیانه به ما کرد که چه بکنیم، یه خودم قلقلکمون را تالا داشت نهدیم، نخواستیم الان موقات را از مگسی کنیم. اما بعد هم خدمتش میدیسیم بعد درست میگفت چرا تو وقتی خداحافظی میکنی دوباره هی باز ادامه میدی؟ یه بار خداحافظی میکنی و نمیدونی دلیلش رو گفت نه گفت من ندیدی. ما وقتی میریم مهمونی شب که با صاحبخونه ما میزبان خداحافظی میکنیم، تازه میایم بیرون در آپارتمان، اونجا شروع میکنن ادامه خداحافظی و میزبانم باهات میاد تا پایین تا دم در آپارتمان، حالا اگه آپارتمان باشه که مطمئن باشید میرید دیگه، دفع شر میکنید و در تمام مدت هم تو راه پله ها با احیانا آسانسور و این ور اون ور با صدای بلند صحبت میکنید بدون توجه به این مسئله که آقا بقیه همسایه ها خوابند ساعت 1 شب. حالا ما چه میکنیم؟ ما وقتی با همسایه با میزبان خداحافظی میکنیم به قربان درم ببندیم، مطمئن باشید به حضرت عباس ما میریم دیگه بر نمیگردیم این شب، مطمئن باش از شهر ما میخندیم نه یا این بیرون دنبال دنبال نکنیم، ما بر نمیگردیم برم به حیال و بیرون میگیم آقا خدافزیتون داخل آپارتمان بکنیم یه بیرون دسکوت بریم مزاحم دیگران نشیم بگذاریم. داستان به این ترتیب بود، یاد یاد دکتر علی شریعتی کردیم و بعد گفتیم براتون که دکتر شریعتی از نظر ماها اگه کسی دوستش داره عاشق صفحه روشه دمش کرد، به نظر ما یه عنصر مشکوک در تاریخ معاصر ایرانه، خیلی چیزاش با هم نمیخونه، مخالف رژیم بود، یه جورایی هم لاب میداد به رژیم، کما این که گفتیم وقتی هم که یه بار از ایران خارج شد اسمش علی به علی شریعتی معروف بود، بعد با گذرنامه مزینانی علی مزینانی خانه شد، اون یعنی سباکی انقدر خر بودن نمیرستن یه همونه سیاست میگن پدر مادر نداره، ولی در این که او در ایجاد این فتنه 77 این تأثیر نبود شک نکنید. دانشجوهای شیک تیتیش مامانی مو بلند تا روی شونه و قرطی پارتی برو و ساتینیک برو و عرض می شود که ساتینیک اسمیه
دیسکوی بود در تهران، ما در جوانی می رفتیم، ارزونم بود برای ما فرده بیچلا بردن. البته فکر کنم ما این ریختی نبودیم، ما حبه داشتیم، کچل نبودیم، فرتود نبودیم. نه که فکر کنید الندلون بودیم ما، ولی از خب از امروز خیلی سرحال کرد. بله، این علی شریعتی یکی از کسانی بود که با جذبه سخن اون دانشجوهای قشر بالا و متوسط مرفه را هم به خودش جذب کرده بود. اینا میمدن در حسینی ارشاد پای سخنان آقای دکتر میشستن، او هم مغز رو میشست و اینا رو در سطح جامعه پخش میکرد. کتابش فاطمه فاطمه است. گفتیم بزرگم که فکر کردیم فاطمه سفینه است، آقای دکتر توردی و توشن است. و او بود که زمزمه دولت اسلامی عرض می شود که اسلام سیاسی، البته اون زمان هم یه عده مخالفش بودن، یه عده برای اینکه اسلام را از یک وجه دیگه ای به مردم نشون میداد معتقد بودن که اون سنیه، چون به این اختلافاتش شیعه و سنی اهمیت نمیداد، برخو باش خود حساب داشتن. برحال این مطلب به این ترتیب بود، گفتیم انتقام حکر 12 ساله مشهدی از معلم است. این هم یه خوده در رابطه این که مشهدی ها یه خوده هم زبل هم جنسشون هم شیش خوده داره. این بچه 12 ساله شعالا ببینید فیرکفتاراش مثل ما دیگه چی میتونن باشن. به نقل از جام جم، روزهای پایانی هفته گذشته، البته دفعه پیش هم گفتیم این خبر خیلی قدیمیه ولی چون جالب بود نگه داشتیم براتون تعریف کنم. روزهای پایانی هفته گذشته مردی با حضور در پلیس فتای استان خراسان، پلیس فتا همون پلیسی که به جرائم اینترنتی رسیده بود، خراسان رضوی با طرح شکایتی گفت معلم مدرسه‌ای در مشهد هستم. یک هفته است که پست الکترونیک و وبلاگم هک شده و فردی با نفوذ به آن اطلاعاتم را از بین برده و مطالب و تصاویر غیر اخلاقی را در آن منتشر کرده است. حتی اطلاعات آزمون‌هایی که قرار بود در اختیار شاگردانم قرار دهم همراه اطلاعات شخصی و کاریم نیز از پست الکترونیکم سرقت شده است. یه بچه خوبس 12 ساله با معلمه چه کرده؟ این پیشرفت تکنولوژی را میرسونه ها، به خصوص ایرانی ها بالا ریز و درشت نداره کچیکی بگویی دیول هم بچه ها رفتن سیگر آقا معلم و رفته دود داده. نمیدانم چه کسی و با چه انگیزه ای دست به این کار زده است. این حادثه باعث شده که وجه اجتماعی هم از بین برود و موقعیت شغلی هم به خطر بیفته. با تشکیل پرونده و به دستور قضایی تحقیقات پلیس فتا برای یافتن متهم اینترنتی آغاز شد. سرانجام ماموران 2 روز پیش اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌داد متهم از یک رایانه خانگی دست به این کار زده است. ماموران پس از هماهنگی قضایی به خانه مورد نظر رفتند و مرد صاحب خانه را برای تحقیقات به پلیس فتا مدارک کردن. رفتن بابای بچه را گیر. شاکی پس از روبرو شدن با فرد دستگیر شده او را شناسایی کرد و گفت من و این فرد در دوران دانشجویی با هم دوست بودیم و نمیدانم چرا دست به این کار زده است. فکر کرده باباه بوده، دوست دوران دانشجویی. مرد جوان هم از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت من و شاکی هیچ مشکلی با هم نداریم، او حتی در مدرسه معلم پسرم است. در مرحله بعدی تحقیقات مشخص شد پسر این مرد هم از رایانه وی استفاده می کرده و تبحر بالایی در این حوزه دارد. ماموران فتا احتمال دادن ممکن است این کودک چنین کاری را انجام داده باشد. بنابراین پسر 12 ساله را به پلیس فتا فرا خوانده و او اظهارات متناقضی را بیان کرد. اما زمانی که در مواجهه حضوری با معلم خود یعنی شاکی قرار گرفت به ناچار اعتراف کرد. پسر دانش آموز به ماموران گفت
معلمم همیشه طوری رفتار میکرد که گویی به رایانه تسلط کامل دارد. معلم چاسی اومده بود که من خیلی تو کامپیوتر خوبم. این بچه 12 سالم گذاشته تو کاسرش، گفتو بیا این چی نیستی، ببین ما حتی بهتر بلدی. او نمیخواست قبول کند که من با سن کمی که دارم در رایانه و اینترنت تبحر دارم. میگه بچه ها رو نباید دست کم گرفت. همین موضوع باعث شد درباره معلم مدرسه با پدرم حرف بزنم. پس از آن که نام معلم را از من شنید، متوجه شد او همان همکلاسی دوران دانشجویی‌اش بوده که همیشه برای پدرم فخر می‌فروخته است. انتقام پدرم گرفته این بچه زبل. با شنیدن این حرفا تصمیم گرفتم با مرد معلم شوخی کنم. بنابراین پست الکترونیک و وبلاگ او را هک کردم. گمان نمی‌بردم کاری که انجام دادم جرم باشد. اشتباه کردم و از آقا معلم تقاضای بخشش دارم. سرهنگ سید محسن عرفانی، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، در این باره به جامعه جمع گفت: متاسفانه در این پرونده شاهد این هستیم که خانواده همونطور که استفاده از رایانه و اینترنت را به فرزندانشان آموزش می‌دهند، درباره خطرات و جرائمی که ممکن است به واسطه آن ناخواسته در فضای مجازی و اینترنت آن مرتکب شود، آموزش‌های لازم را نداده بود. بنابراین از خانواده‌ها می‌خواهیم هنگام آموزش رایانه به فرزندانشان نکات قضایی و انتظامی را با آنها آموزش دهند تا مرتکب چنین جرائمی نشوند. پسرک حق داشته. دیده معلمه به خودش که میگه تو که رقمی نیستی، اصلا این چی وارد نیستی، گفته بیا آقا معلم بلدم. بعدم در زمان دانشجویی به پدره مثل که تو این کرده بوده. بنابراین این بچه زبل مشهدی رفته هم انتقام پدره رو گرفته هم انتقام خودش رو. اینجا به بعضی دوستان اختار میکنین پا روی دم مشهدی جماعت نذارید، چون که زیاد درست نیست. این کوچولو شد دیگه، این 12 سالشه. حالا شما 12 رو ضرب در مثلا 7 کنید، وقت ببینید اون 7 برابریش چی میتونه عذاب در بیاد. بگذارید زیاد از هم شاریامون تعریف کنید. این داستان موشک های S-300 که براتون گفتیم که شوروی هایی میگه میدم، حالا نمیدم، حالا میدم، حالا نمیدم، که آخرین بارش گفتن که میگیم حالا. هر حال خیلی جالبه، این رژیم شریف هم احساس میکنه با گرفتن این موشک ها دیگه همه مشکلاتش حله و آمریکا رو به زانو در میاره. پریشب توی اینترنت باز دیدیم یه هواپیما کپی کردن از یه هلیکوپتر کپی کردن به اصطلاح مهندسی معکوس به اون طریق ساختن با تقلید کردن از هلیکوپتر کوبرا. قیافش خیلی تماشایی بود، یعنی چند تا اونجا از این کامنت ها گذاشته بودن که این برای بازی رایانه ای خوبه، یکی گفته بود اسباب بازی خوبیه، ولی بهش نمی اومد که همچین عهد رزم باشه. حالا بگذار، میگن راجب محصولات وطنی زیاد انتقاد نکن. باعث یکی نوشته بود افتخار میکنی، بکن بکن کسی کاری به کارتون میکنی. افتخار کردن ها زیاد مهم نیست، کاراییش ببین چیه. ببین مثلا میتونه کاری هم تو جنگ صورت بده یا احیانا در دفاع از میهن، اون مهمی. اما داستان موشک S-300، موشک S-300 پاسخ مقام نظامی آمریکا به پوتین. از که پوتین یه ارزندانی در آمریکا کرده، حالا یکی از مقامات نظامی آمریکا به آقای پوتین جواب داده. به گزارش رویتر، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته گزینه نظامی آمریکا در برابر رژیم ایران با وجود تصمیم به تحویل موشک‌های روسی همچنان دست نخورده است، دست نخورده باقی است. یعنی گفته به رژیم داره هشدار میده که درسته S-300 را بهتون میدن، ولی بازم حواستون جمع باشه که هنوز دست از پا خطا کنید، باز این تهدید برای ملت ایرانه و جان ملت ایران، هموطنان من و شما در خطره، اونا تاوان پس آهند داشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر در دفاع از تصمیم خود گفته بود تحویل موشک‌های S-300 به حکومت ایران عامل بازدارندگی در خاورمیانه است. یعنی پوتین فکر میکنه اگر این موشک‌ها رو بده دیگه آمریکا حریف رژیم شریف نمیشه. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات پوتین گفت گزینه این نظامی آمریکا برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای با وجود تصمیم روسیه به تحویل موشک‌های پیشرفته S-300 به این رژیم همچنان دست نخورده باقی مانده است. به افزود واشنگتن به قدرت این سیستم موشکی که قرار است به رژیم ایران فروخته شود واقف است. ببینید گردن کلفتی بی خودی نمی کنه که ایران هیچ غلطی نمی تواند بکند، مثل حضرت امام که می گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. با کمال صداقت میگه آقا ما میدونیم اون موشک‌ها چه قدرتی داره و چقدر خطرناکه، یعنی حواسمون جمعه، اونو میدونیم ولی همچنان اون گزینه نظامی رو میزه دیگه. یعنی خلاصه حواستون جمع باشه، اگه لازم بشه سیبیلتان و دود هم خواهیم داد. حواستون هست؟ این داستان تجاوز به دو جوان ایرانی در فرودگاه جده رو تهمتون شنید، خیلی هم سرصدا شد و این برانور گفتن و بعد یه سری سران رژیم گفتن نه صحبت نکنید، رسانه‌ای نکنید فلان. یه دوستی دو سه روز پیش یه چیزی میگفت خیلی ما رو به فکر فرو برد، گفت فلانی این اصلا هستش دروغه. بعد دیدیم بی منطق نیست حرفش، گفت اینا چون با رژیم پادشاهی سعودی مشکل دارند تو مغز علیلشون این طرحو ریختن، اینو اعلام کردن که تنفر ایجاد کنن نسبت به سعودی ها. گفتیم پر بدک نمیگی، اینا بعید نیست، گرچه خانه خدا و اصولا کشور عربستان سعودی مکه مدینه اینا باید برای اینا مقدس باشه و قابل احترام باشه، ولی اینا راست میگی برادر در اون مورد هم امتحانش رو پس دادن، مگر نه اینکه مشهد از نظر اینا بارگاه امام رضا و صحن و حرم و اینا یکی از مقدس‌ترین اماکنه براشون، ولی وقتی ایجاب کرد بمب هم توش منفجر کردن، خودشون بعد اعتراف کردن، اول گفتن کار مجاهدین بوده، بعد در یه زمانی گفتن نه خودمون کردیم کارو. یعنی اینا بر اساس اون تز ماکیاولی که هدف وسیله رو توجیه می کند برای هر کار خلاف قانونی هیچ منعی براشون وجود نداره، یعنی درسی از این که این کارها رو بکنن ندارن و هیچ هم بعید نیست که عرض میشه این کار کردند و اینا اعلام کردن که تنفر ایجاد کنن نسبت به سعودی ها و جبهه خودشون رو تقویت کنن، کما اینکه در مشهد هم بمب گذاشتن که مجاهدین رو خراب کنن که بعد اعتراف کردن. بعدم دیدیم منطقی این حرف میتونه اینجوری باشه، چون البته اندک زمانی بعد یکی از این آخوندها که شور حسینی ورش داشته بود فکر کرده بود حالا یا یه خود آب روغن بیشتر کنه بهتره، یه توهینی به عرب ها کرده بود که این سوسمارخور ها و فلان، که آقا سوسمارخور میگی، حضرت محمد ابن عبدالله هم عرب بوده، بعد به ایشون توهین میشه، یعنی خیلی قراش میشد. رابطه با عربستان با توضیح امام جمعه بدتر شد، این خبر رو بخونیم براتون. دیگربان محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان گفته منظورش از مشتی سوسمارخور مقام‌های عربستان سعودی بوده و قصد نداشته به عراق تولی کنن، چون ایشون آقای رهبر محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان
گفته بود این سوسمار خورا مثلا کیان که برای ما همچین غلطی کردن. بعد این اومده حالا رفت و دور کنه. آقای رهبر دو روز پیش گفته که ایرانی ها در جریان وقایع فرودگاه جده توسط مشتی سوسمار خور تحقیر شدن که اظهارات وی با جنگزار همراه شده است. این روحانی محافظه‌کار در توضیح سخنان خود گفته آنچه که مورد نقد وی بود عملکرد آل سعود بوده نه اعراب، یعنی گفته ما به پادشاه و سرانتون گفتیم نه به مردم، چرا که توهین به برادران عرب خلاف اخلاق شریعت و اسلام است. به افزود جمهوری اسلامی با مردم عربستان هیچ مشکلی ندارد و افتخار می کند که قرآن به زبان عربی است و پیامبر اسلام نیز عرب بوده است. یعنی یه نوعی پاجاهای رهبر گوه بردم پارتی را انداخته، خراب کرد دیگه، اومد گفت اینا سوت مار کنن، گفت آقا حضرت پیغمبرم عرب بوده. عرض می شود که انتشار گزارشی درباره تجاوز دو مأمور فرودگاه جده به نوجوان ایرانی موجی از انتقادها و اعتراضها در ایران را به همراه داشته که همچنان ادامه دارد. این در حالی است که علی قاضی اسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفته که خبر تجاوز مأموران فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی دروغ است. حالا این نگرانیش چیه قاضی اسکر، علی قاضی اسکر؟ چون این رفتن به حج عمره داره تعطیل میشه و خود این یه منبع عظیم درآمده. میدونه چقدر پول توشه؟ یارو میگفت یه جایی خوندیم نوشته بود این دوتا مأمور چه خدمتی به اقتصاد ایران کردند، سالی چند میلیارد تومان به اقتصاد ایران کمک میشن که حج عمره رفتن تعطیل بشه. اما آخرین جمله در این رابطه خیلی جالبه. حائری شیرازی، یکی از همین فسیلای جمهوری اسلامی، آیت الله حائری شیرازی، گفته تجاوز به دو نفر از حجاج در عربستان نشانه خداست. تجاوز به دو جوان ایرانی در جده، در فرودگاه جده، نشانه خداست. خدا یعنی خواسته که این کار بشه. چرا؟ نشانه خداست برای ما که در بازرسی هسته‌ای به ما تجاوز نشود. یعنی گفته یه مقدمه بوده، به جوانای ایرانی تجاوز کردن که ما چشم و گوشمون روشن بشه که تو ماجرای هسته‌ای به ما تجاوز نشه. البته نمیشه، تلویزیونی نیست، اگر میشد وقت میگفتیم که گفته یعنی ما در جده فلان شدیم، حالا خوبه که در هسته‌ای مثلا دیده نشیم. این منظورش این بود. سربسته خدمتون هست کنیم که تو خود مدید حدیث مفصل بخوان از این مجمل. عرض می شود که یکی دو تا سه چهار تا مرتبه کوچولو هم داریم که میذاریم برای هفته آینده. کمک به میهن تیوی رو فراموش نکنید. اگه براتون امکان داره، مدتی راجع به این مسئله صحبت نکردیم، سعید ما رو دست تنها نذارید. سپاسگزاریم از همه پیام‌های محبت‌آمیز همه هموطنان نازنینمون در تمام این یک سال و چند هفته‌ای که از شروع کارمون می‌گذره. این نهایت ازتون سپاسگزاریم. تشکر می‌کنیم از کسانی که خب به میهن تیوی کمک کردن و می‌کنند. همه شما را به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک، یعنی حقه ترین مذهب جهان، یعنی علم و دانش میسپاریم. امیدواریم مملکتمون آزاد شه. هفته و روز خوشی در پیش داشته باشید و تا هفته آینده و تا یکی دیگر از برنامه های سری ناگفتنی ها از تلویزیون میهن، با شما به شما درود میفرستیم و آرزو داریم که شاد و آزاد و سربلند باشید. با امید دیدارتون.